یک روز پس از اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی در قاره آفریقا، سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با گسترش بیماری عفونی آبله میمون وضعیت اضطراری اعلام کرد. این دومین بار در دو سال گذشته است که برای مقابله با شیوع آبله میمون هشدار جهانی صادر می شود. بدیهی است که واکنش هماهنگ بین‌المللی برای توقف شیوع آبله میمون و حفظ جان شهروندان ضروری است. اعلام شرایط اضطراری بین‌المللی بالاترین هشدار سلامت جهانی است که تحت قوانین بین‌المللی سلامت اعلام می شود. در دو سال گذشته آبله میمون یا امپوکس دوبار از جمهوری دموکراتیک کنگو به کشورهای همسایه سرایت کرده. مقام‌های بهداشتی در کنگو می‌گویند تعداد مبتلایان نه فقط در این کشور بلکه در سایر نقاط آفریقا نیز رو به افزایش است. اما مشکل بزرگتر این است که بیماران از ترس انزوای اجتماعی خود را پنهان می‌کنند. شاید به این خاطر که ما بیماران رو از دیگران جدا میکنیم باعث شده بعضی مبتلایان بترسند و خودشون رو به مراکز درمانی معرفی نکنند. این باعث میشه عفونت گسترش بیشتری پیدا کنه و در محیط باقی بمونه. آبله میمون یک عفونت ویروسی است. پوست صورت و بدن فرد مبتلا به ویروس آبله میمون با تاول پوشیده میشود. مایع درون این تاول ها می تواند باعث سرایت ویروس به دیگران شود. راه های دیگر سرایت ویروس تماس جنسی و انتقال با آب دهان است. خوردن گوشت حیوان آلوده به ویروس هم می تواند عامل انتقال بیماری باشد. برای ایمنی در برابر آبله میمون یک واکسن مؤثر هم ساخته شده. اما تزریق واکسن فقط در کشورهایی انجام می شود که زمینه ابتلا به آبله میمون در آنجا وجود داشته باشد. علت شیوع قبلی به دلیل عفونت بیماران با سویه ملایم ویروس آبله میمون بود و مهار آن با آسانی انجام شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع تازه آبله میمون به دلیل ظهور یک سویه جدید و بسیار خطرناک است. به همین دلیل نیاز به اعلام شرایط اضطراری جهانی وجود دارد. دو سال پیش آبله میمون به کشورهای آسیایی و اروپایی هم سرایت کرد. امسال هنوز مشخص نشده که ویروس آبله میمون به جز آفریقا به قاره‌های دیگر سرایت کرده یا نه. هماینه خیری، لندن.